بیننده های عزیز و ارجمند از سلام داریم خدمت شما. آرزو مندیم تک تک شما جور و سهدمند بوده و هفته خوش را پشت سر گذاشتن نباشید. با امید خیر، موفقیت و کامگاری هرچی بیشتر شما و با امید این که در هر جا و در هر کجایی که هستید با آرامی زندگی معاوله خود پیش ببرین، میپردازیم به پروگرام امشب خود. در پروگرام امشب ما موضوعات را در نظر گرفتیم که یک و یک پیشکش شما میکنیم. آرزومندیم لذت ببرین و تا پایان برنامه ما را همراهی نماییم و همچنان در لابلای پروگرام اگر نظریاتی دارین و یا گفتنی هایی دارین میتونین از طریق تلفن و یا از طریق فیسبوک با ما در میان بگذارید. بیننده عزیز، ما هم عرض سلام و احترام به شما دارم. امیدوارستیم جور و صحتمند و سرحال باشیم. با تشکر از همکار عزیزم خانم شازیه جویا که در هفته گذشته نسبت سرماخوردگی که ما داشتم زنا نیابت کردن و برنامه را اجرا کردن و بسیار هم حال اجرا کردن، از شما جهان سپاس میکنم. یک بار دیگه سلام های بسیار گرم خود به همکارای عزیز تلویزیون مرکزی جناب آقای خطاب، همکارای عزیز خود که یک مدت از ایشان احوال ندارم تقدیم میدارم. از ایشان جهان سپاس میکنم که از امکانات بسیار خوبی که در اساس ما و سایر برنامه گذارا اینا قرار دادن که ما همیشه از این مستفید شدیم. دیشب در محفل حضور داشتم که در اوجه از طرف سینماگر خوب و شناخته شده ما جناب آقای بصیر ایدر یک محفل بسیار صمیمانه و دوستانه ای را ترتیب داده بودند که در اوجه اونا لطف کردن تحسین نامه هم برای تلویزیون پیام افغان و برای همه همکارای عزیز دادن که من شما جهان سپاس میکنم. آقای شریفی اگر یک فوکس کنین ایره خوب دیده نمیشه و چون بسیار زیاد سپاسگزاری میکنم که نا از تلویزیون پیام افغان قدردانی کردن که خصوصا در سطح اروپا امکانات بسیار خوب را مساعد ساختن که در عرصه های مختلف ما در خدمت هموطنان عزیز خود باشیم. واقعا یک نعمت بسیار بزرگ است و جریان گزارش این محفل شاید در هفته های بسیار نزدیک ما آماده بسازیم که در اینجا در این محفل گذشته از اینکه آقای بصیر ایدر از دوستا و هنرمندای جوان که در قسمت ساختن سریال قسمت پنجم سریال از سلمان تا سلطان با ایشان همکاری کرده بود، از یک تعداد از فرنگیان هم قدردانی کردند که در برنامه های نزدیک پنجره اروپا ما گزارش این محفل زیبا را نشر خواهیم کرد. بله. خب دوستای عزیز، با چانس و امکاناتی که به ما میسر است همیشه تلاش کرده ایم که بتانیم آواز هموطنای برون مرزی خود در ساعات مختلف داشته باشیم. هدف از کار ما کار ژورنالیستیکی هست تا بتانیم از این طریق با ابراز نظریات مختلف گوناگون بتانیم در خدمت جامعه و مردم باشیم. در برنامه امشب ما از جناب آقای سلیمان لایق، کاندید اکادمیسیان سلیمان لایق، از طریق خط اسکایپ ایشان با خود داریم که میخوایم روی چند موضوعی مختلف با جناب لایق صاحب صحبتهای داشته باشیم. آقای شریفی اگر لایق صاحب داریم از خط اسکایپ، ما ابتدا خوش آمدید میگیم جناب لایق صاحب با برنامه پنجره اروپا. بسیار زیاد صفا آوردین آقای لایق. بشنوین آقای لایق آواز ما؟ بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه ما. خوش باشین، زنده باشین و پیروز باشین. خب قرار معلوم آقای لایق، شما در مراسم خاکسپاری شادروان بارق شفیع شاعر خوب ما در آلمان تشریف آورده بودین. ابتدا برای شما و برای خانواده فرهنگی افغانستان در گذشته بارق صاحب شفیع را تسلیت عرض می کنم. مختصر از شما می خواهم بپرسم که اشعار شفیع صاحب شما با چند کتگوری تقسیم میکنین و چه حرفی در مورد گذشته شعری شفیع صاحب دارین؟ بارق صاحب خوب من از بنیادگذارهای
شعر نو در افغانستان. شعر نو به این معنا یعنی شعری که تابع قافیه و وزن نمیشه و تا به دامنش تا به شعر سفید به اصطلاح که نزدیک به نثر یک چیز هست تا اونجا میکشه. یک دانشمند بزرگ افغانستان در عرصه ادبیات و فرهنگ واصف باختری هستند. این جناب که ما هم اعتقاد به فهم درایت و احتوای زبر ادبیات دری دارم، اونا در نوشته های خود بارق شفیعی را یکی از بنیادگذاران شعر نو در افغانستان گفتند و یا به تعبیر بعضی ها که گویا بارق شفیعی شعر نیمایی را به افغانستان وارد کرده، که به این البته اختلاف نظر دارم که همه چیز باید به پای ایرانی ها ثبت کرد. افغانستان کشوری هست که در عرصه شعر کهن‌تر از ایران در جغرافیای موجود است. به هر حال در این بحث نمیریم. بارق صاحب از راه شعر که در اون وقت ما هم در سیاست هایی که بعداً به خاطر اطلاع وطن و انکشاف وطن به او همراه شدیم، هنوز ما در او عرصه با هم تفاهم نداشتیم، فقط در عرصه شعر ما او را شناختم. ما یک مجله را مطالعه میکردم و در کتابخانه مدرسه شرعیه که من اونجا درس میخواندم این مجله میامد به نام پیام حق و در اونجا نخستین آثار بارق صاحب که یکی از کارکنان و ژورنالیست های امو مجله و امو اداره بود او را آشنا شدم و به طبع من راست آمد و من در جستجوی بارق صاحب شدم. ما هم دیگر کده یافتیم، تشکر، با هم دوست شدیم و با هم آشنا شدیم و تا پایان زندگی تا به مرزی که خاکسپاری از او هم ما با هم وفادار موندیم. ما در عرصه سیاست هم بعدا یک جا شدیم. شعر او شعر ارزشمند است، شعر او شعر متعهد است. اگر اشعار محدود ابتدای کار از او را مستثنا قرار بدین که هر شاعر با گونه شروع میکنه و اولا با مکتب شیری معین آشنا میشه، سبک خود آرام آرام میفهد و پشت سرش شعرها به دو دسته تقسیم میشه. شعرهایی که برای یک آرمان بزرگ، برای ایدیال های بزرگ، ملی، منطقوی، جهانی، انسانی، بشری و اقسام گوناگون میپردازند و شعرهایی که از لب مینا و زلف معشوقه دور نمیره. تشکر لایق زد. اجازه بدین سوالی از شما مطرح کنم. سالهای زیاد بارق شفیعی در غربت زیست. هیچ سر و صدا و نشان ازش نبود در میدیا، کسی ازش یاد نمیکرد. رفیقای خودش به فراموشی سپرده بودش و هم تبصره های وجود داشت که گویا بارق شفیعی با اشعار که جنبه سیاسی ایدئولوژیش می ساخت تحت تأثیر مسائل روانی قرار گرفته بود که این باعث به انزوا کشانیدنش شده بود. در این مورد می خواهیم نظر شما را داشته باشم که عدس ها بوده یا واقعیت بوده. سالهای اخیری که در غربت زیست چگونه سالهایی بوده برای بارق شفیعی؟ یک مقوله تاها حسین که اگر شما آشنا باشین یکی از فرهنگی های بزرگ نابینای مصر بوده که بر زبان فرانسوی و ادبیات او هم تسلط داشته و بر زبان عرب بسیار وارد بود، یکی از نوابغ جهان است و او میگه که یک مقوله داره، میگه لعنت الله علی السیاسی و سیاست، لعنت خدا بر سیاست مدار و سیاست. اینکه او چرا میگه موتیفش چیز محرکش روشن است و ای هست که این سیاست یک بازی چرکین، یک بازی فریبنده، یک بازی خوب نمیدونست و به این بنیاد
شاعر هم وقتی که در سیاست ها داخل میشه، سیاست عقل و حتی عقل تا اندازه فتنگرانه رو کار داره. عواطف پاک، عواطف شفاف و عشق و طبیعت انسان آدمی و آنچه زیباست با سیاست بسیار نمیخونه. این نامحرم سیاست است. و بارق صاحب باعث یک شاعر، یک انسان با عاطفه، یک انسان بشر دوست در این مکتب وارد شد. او هم در یک سیاست بسیار قاطع، یک سیاست بسیار برنده که هیچ چیز غیر امو اصول خود در نظر نمیگیره. به این لحاظ گاه گاه مورد سوء ظن و یا توقعات بسیار بی مورد سیاستمدارای پروفشنال قرار میگیره. و او با صفا و صداقت شاعرانه و انسانی برخورد میکرد با این اکشن ها، ریاکشن میداد و بعضی قدرتمندا از او خوشش نامد. و این خود به تاریخ سیاسی کشور ما و به خصوص حزب دموکراتیک خلق و بعدا وطن تعلق داره که من نمیخوایم اینجا سر از این مسئله بسیار پافشاری کنم تا امو موضوع پلان مصاحبه که شما در نظر دارین یقینا اخلال نکنه. تشکر سال همکار از این شازده جان شما. من خدمت شما محترم سلیمان لایق سلام تقدیم میکنم و چون شما که فرمودین و همه ما میدانیم و که از جمله دوستای بسیار نزدیک بارق شفیهی هستین و این شاعر گرانمایه ما که شعرهای به سبک خاص مخصوص خود میسرایدن، من میخواستم در مورد شعرشان که شعرهای را که نام میسرایدن، آیا از این شعرهایشان هنرمندا هم استفاده میکردن در عرصه کاریشان یا خیر؟ بله، ما یک آزر و ذهن نیستم. بدبختانه شما با مردی که 87 سال از عمرش میگذره مصاحبه میکنید که نه حافظه به جای داره و نه استحضار حافظوی داره. نام خدا فعلا حافظه بسیار نام برتان گرفته نمیتونم. بله، اونا تصانیف از اشعار از دور آوازخانهای افغانستان کمپوز کردن و ارائه کردن. بسیار خوب، بسیار تشکر. خب بیننده های عزیز، امشب خواستیم در موارد مختلف با کاندید اکادمیسیان آقای لایق صحبت های داشته باشیم. بسیار به بزرگواری دعوت ما و تلویزیون پیام افغان پذیرفتن، ازشان بسیار سپاسگزار هستیم. میخواییم در موارد مسائل روز هم صحبت های با جناب لایق صاحب داشته باشیم. آنطوری که آگاهی داره، یکی از موضوعات بسیار عمده روز مسئله مذاکرات مسکو است که روابط جدید مسکو و روسیه در افغانستان منجر به سوالات زیاد شده است که در این رابطه هم ما و چانس هست برای بیننده های عزیزم که سوالات از جناب لایق صاحب داشته باشیم که اینا تجربیات بسیار فراوان در عرصه مناسبات بین دول، بین دو کشور خصوصا دارند. ابتدا اجازه بدین که یک ویدیوی را، معلوماتی را خدمت بیننده های عزیز تقدیم می‌داریم، بعد اولین پرسش خودم از جناب لایق صاحب مطرح می‌کنم. روسیه همکار طالبان یا میانجی گفتگوهای صلح افغانستان دست کم دو ماه پیش در نشست سه جانبه نمایندگان کشورهای روسیه، چین و پاکستان بدون حضور داشت نماینده از افغانستان خواهان حذف نام برخی از سران گروه طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شدند. کنون هم مسکو با گردآوری کشورهای دیگری همچون ایران و افغانستان در پی آغاز گفتگوهای شش جانبه صلح است. هر نشستی که در رابطه با صلح افغانستان باشه و رهبریتش خود افغانستان و دولت افغانستان با عهده نداشته باشه و تصمیم گیری از بیرونی ها باشه، برای مردم افغانستان قابل پذیرش نخواهد بود. یک منبع حکومتی به آریا نیوز میگوید که وزارت امور خارجه رئیس پالیسی و استراتژی این وزارت را به نمایندگی از افغانستان در این نشست فرستاده تا حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال نرود. از سوی هم حکومت نسبت به این نشست خوشبین نیست، زیرا سیاستمداران افغان همواره بر گفتگوهای صلح تاکید ورزیدند که بر رهبری خود افغان ها باشد. روس‌ها بر اساس منافع خود و مخصوصا تحلیلش اینه که حوزه‌های امنیتی ما
در معرض تهدید قرار میگیره، حوزه‌های امنیتی برای خود تعریف کردن اینا از افغانستان در معرض تهدید قرار میگیره، برای می اساس اونها تلاشای داره برای اینکه به یک نحو بتونه مهار بکنه و کنترل بکنه حوزه‌های امنیتی خراب و تهدیدهایی را که احیانا متوجه اونها شدن اونها رو باید برطرف بکنه. خواستم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری و نیز وزارت امور خارجه را در پیوند به نشست شش جانبه و نیز آجندای افغانستان در این نشست بپرسیم، اما هیچ یک از این نهادهای حکومتی حاضر به پاسخگویی نشدند. و کمک های زمستانی بنیاد بیات به خانواده های نیازمند در ولایت بغلان. خب جناب لایق صاحب، شما امکانات دیدن ویدیو را نداشتین، به هر حال چنانچه که میبینین روابط بین افغانستان و روسیه خیلی در شرایط موجود پیچیده شده. میخوایم از شما بپرسم که افغانستان و روسیه فعلا در چه موقف قرار دارن و روسیه در شرایط موجود از افغانستان چه تقاضاهایی داره و در لابلای این مذاکرات پنهانی یا آشکارا با طالبان و سایر گروه های غیر دولتی افغانستان چه اهدافی را دنبال میکنن؟ باید یک نکته را ما قبل از اینکه به این سوال جواب مشخص بتم عرض بکنم که جنگ افغانستان در واقع جنگ افغان ها نیست، بلکه جنگ منفعت های کشورهای بزرگ جهان است. یعنی اگر به اصطلاح با صراحت و بی پرده آدم بگویه، جنگ در میان منافع امریکایی و روسی ادامه داره و ما یک کشوری هستیم که سندویچ شدیم بین این دو منفعت و جنگی که هیچ با ما تعلق نداشت و ما در این منفعت نداشتیم با دوش مردم ما افتاد که خون فراوان دادن و هنوز پایان این داستان معلوم نیست که با کجا می انجامد. به هر حال افغانستان به حیث یک کشوری که با صلح مثل اکسیژن که اگر انسان به او ضرورت داره و با صلح با مو پیمانه ضرورت داره، به این لحاظ مناسبات نیک را با سایر کشورها از او جمله با کشورهای همسایه به خصوص با روسیه وارث اتحاد شوروی سابق که در منطقه ما نیرومندترین قدرت است، به این لحاظ افغانستان هیچ وقت روابط خود، حسن روابط خود و مناسبات نیک با روسیه را فراموش نمی کنه. در این مسئله ایدئولوژی ها، تمایلات سیاسی و این چیزها بسیار مطرح نیست. دیروز اگر اتحاد شوروی بر بنیاد ایدئولوژی روابط خود با ما استحکام میداد، امروز دیگر حزب کمونیست در حاکمیت نیست و در اونجا منافع ملی خود روسیه، موجودیت روسیه، قدرت روسیه، رول بین المللی روسیه و احیای پرستیژ دیروزی که در وجود اتحاد شوروی داشت او مطرح است. اجازه بدین لایق صاحب صحبت قسمت شما لطفا اگر مشخص بسازین که تشویش هایی که روسیه داره گویا از درک مواد مخدر، مسائل تسلیحاتی آمریکایی در منطقه، مسائل داعش، تا چه اندازه این موضوعات به واقعیت نزدیک است؟ آیا این بهانه های است که به این توسط از این بهانه ها روسیه میخواه که روابط را با طالبان نزدیک کنه و فشار را گویا با دشمن دشمن دوستی کنه؟ شما اگر چنین موارد را مشخص کنین بهتر خواهد بود. ما براتون اعتقادات خود و باورهای خود تشریح میکنم. ما از آدم هایی که با دولت موجود یا دولت سلف، این دولت کرزی صاحب محرمیت داشته باشه او در اون موقعیت نیستم و ما به حیث یک وطن پرست اروپا را ترک کردم و به افغانستان 12 سالم است برگشتم و اینجا موقتا گاه گاه در حوادث یا در ضرورت هایی که اعضای فامیل ما اینجا زندگی میکنه با دیدن از اونها گاه یه هفته در روز میایم.
من محرمیت در این مسائل ندارم، لیکن در جامعه افکار عامه اکثرا خطا نمیکنه و ما هم جزء افکار عامه هستیم. یکی از آدمهایی هستم که در امی یعنی عقاید ما هم جزء از افکار عامه میسازه. به طور نمونه اجازه بدین که از آقای شریفی خواهش کنم که اظهارات اخیری را که آقای امرالله صالحی دارند داشتن ندادم. خب بفرمایید ادامه بدین. بله من میگم که روسیه ای تشویش داره. به صراحت براتون بگم، اولا روابط روسیه با افغانستان کنونی در او گرمیه که در وقت دولت ما یعنی حزب دموکراتیک خلق و بعد هم حزب وطن بود نیست و حوادث زیادی رخ داده. البته روسا هم در اینجا تجاربه کردن، اونها دولت آقای ربانی را در افغانستان سپورت کردن، زمینه سازی کردن و او هم منطق خود داشت که چرای تو کردن و بعد از او از اون نتایج را که خودشان میخواستن نگرفتن. فلهازا بعدن که اینجا نیروهای امریکایی آمد برای تأمین به اصطلاح صلح در افغانستان، استقلال نگهداری استقلال افغانستان و به اصطلاح دولت سازی و پیشرفت و انکشاف افغانستان، به این منطق اینجا خود آوردن و وارد شدن. دیگه بعد از اون طبیعی است که روابط روسیه با دولت‌های افغانستان زیر نگرانی قرار گرفت و به خصوص که در منطقه و در کشور ما و در روسیه مفکوره‌های به وجود آمد که گویا آمریکایی‌ها می‌خواهند از افغانستان مداخله کنند در آسیای میانه به ذریعه اینمی گروه‌های ساخته شده داعش و طالبان و غیر و ذالک که اون مبصرین که این عقیده را ابراز میکردن میگفتن که همین سازمان ها هم توسط ایالات متحده امریکا و استخبارات تشکل یافته، در ظاهر دشمن ولی در عمق سپاه ازو است. این مفکوره در افکار عامی افغانستان است. من سر از این بسیار پافشاری ندارم، به صورت یک اطلاع و یک ذهنیت عامه این انعکاس دارم. تشکر. ولی هازا روسا میگن که با اینمی نیروها استقرار و ثبات در آسیای مرکزی که او عبارت است از تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، در اینجا استقرار از بین میبرن و برای اعمال نفوذ خود و بازاریابی های خود اینجا نفوذ میکنن. اجازه بدین آقای لایق، اینجا با اظهارات آقای امرالله صالحی که معکوس نظر شما هست ما دستستار میرم میخواییم با بیندای عزیز یک جا ببینیم. یک مسئله چی هست؟ آودیو هست. از آقای شریفی خواهش میکنم که پلی کننش. و سیاست فعلی روسیه، سیاست فعلی روسیه شباهت های بسیار زیاده با روسیه تزاری داره. یعنی روسیه امروزی در فقدان یک آیدیولوژی به صورت آریان دنبال منافع مادی امنیتی خود میگرده و روسیه تلاش داره که با توسل به قوت نرم خود و در موارد هم با توسل به قوت سخت خود آنچه را که روسیه تزاری در اختیار داشت به نحوی از اشکال این ساحه را دوباره در اختیار خود بگیره. خب اظهارات آقای صالحی بود که اونا برعکس نظریات شما آقای لایق نظر داشتن. آقای صالحی هم بسیار دور نرفت، یعنی او میگه که روسیه منافع خود را تعقیب میکنه اگه خلاص کنه میره، لیکن با شیوه دولت های سابق تزاری نه او تاریخ مانده، نه او شیوه ها آل عملیست و نه روسیه امون روسیه سابق ویلیکروس و روس بزرگ و ایگفان نیست و در اونجا جامعه تغییر کرده، مفکوره ها تغییر کرده. البته ملت روس مثل سایر ملل بر موجودیت خود، بر گذشته خود، بر تاریخ خود افتخار میکنه و تشویش داره از این که این افتخارات کسی اخلال کنه یا موقعیت بزرگ اتحاد شوروی، موقعیت قوی اتحاد شوروی که در حقیقت
در همونجا هم در رأس امو اتحاد شوروی اولو بلو بابش امی روسیه بوده. یعنی میخ تبعیض که میخواه با امو قدرت دستیابی پیدا کنه، امو موقعیت دوباره احراز بکنه. لیکن این موقعیت و این گونه این و نفوذ در جهان با اون نفوذ سیستم تزاری که از نیچر و طبیعت دولت مطلقه نشأت میکرد زمین تا آسمان فرق داره. تشکر بخیر من تشکر لایق صاحب. در مورد دولت روسیه از تان میخواستم بپرسم که دولت روسیه چرا اماره با افغانها در مذاکره و بحث نیستن و بیشتر مذاکرات چون امره با طالبا است؟ در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ ما براتان میگم که روسیه دیگه او اتحاد شوروی سابق نیست و او دولت نیست که متعهد بود در برابر دولت دموکراتیک خلق افغانستان که از لحاظ ایدئولوژی، دلچسپی های سیاسی و شیوه امو پلانگزاری انکشافی فرق فاحش داره تا با امروز. حالا روسیه یک کشور سرمایه‌داری است، دیروز یک کشور سوسیالیستی بود که با اصطلاح غربی ها یک کشور کمونیستی بود، یعنی ضد سرمایه‌داری بود. حال تضاد روسیه با غرب غیر تضادی است که دیروز بوده. امروز رقابت در عرصه سرمایه‌داری است، در اعمال نفوذ در منطقه، در کشورهای اروپایی و جهان است و دیروز اینطور نبود. دیروز شعار پرولتری بود، طبقاتی بود و مبارزه شکل دیگر. بله، معنی بی‌ثباتی‌هایی که در افغانستان به وقوع می‌پیونده، ای آیا منافع روسیه را به هم می‌زنه یا نفهمیدم؟ امی بی‌ثباتی‌هایی که در افغانستان است، منافع روسیه را به هم می‌زنه؟ منظورشون از موارد مثلا مواد مخدر بی‌ثباتی در افغانستان و و و اوج گرفتن تروریسم و هر نوع عمو ابنورمالیتی وضع غیر نرمال برای روسیه مفید نیست. با اینکه روسیه سرحد آله نداره با افغانستان طوری که اتحاد شوروی داشت، روسیه آله نداره، حال این کشورهای مستقل به وجود آمده، لیکن امی کشورهای مستقل هم از لحاظ فرهنگ خود، کلتور خود و منافع خود به حیث کشورهای مشترک المنافع خودشان خود میخوانند. لحاظا بر روسیه ای به تفاوت نیست که تاجیکستان به استقرار شود، ازبکستان به استقرار شود، اون منطقه نفوذ خود از دست میده. و این لحاظ است که روسیه در مورد امی جمهوری های آسیای میانه سخت حساس است و پشت سرش با اصطلاح امو مردم کابل که کار داده او میبنه که وقتی کاری آسیای مرکزی خلاص شد باز دیگه خوب از سرحدات روسیه نفوذ امی کشورهای غربی میرسه از این طریق و روسیه هم کی زمانت کرده میتونه، خود روسو همه تو میگن تشکر. کی زمانت کرده میتونه که ما را اخلال نکنن؟ لحاظا امی جنگره که دیروز باید فردا در سرزمین های روس بکنه دمی آسیای مرکزی خواهد کرده کسی چلنج بتش. تشکر. خب بیننده های عزیز، شما هم اگر سوالات از آقای لایق داشته باشین میتونین در مورد مطرح کنین. برای از اینکه یک نفس کوتاهی هم برای لایق صاحب داده باشیم، باز آقای شریفی خواهش میکنیم یکی دو سه آگاهی را پخش کنن، بعد میپردازیم. شما اگر سوالات در مورد از جناب آقای لایق داشته باشین میتونین مطرح کنین و سوالات شما از طریق فیسبوک هم پاسخ خواهیم گفت. کابل. کابل نام پر افتخار و ماندگار در تاریخ سرزمین آبایی ما افغانستان. هموطنان عزیز، رستوران کابل در قلب شهر زیبای هامبورگ همه روزه با سرویس غذاهای لذیذ و متنوع افغانی به شکل بوفت، با کارکنان مجرب از شما با گرمی و با فضای افغانی پذیرایی می کنند. همچنان کابل رستورانت هر نوع فرمایشات شما را در شهر هامبورگ و هر کشور اروپایی که خواسته باشید با جبین گشاده میپذیرند. آدرس ما اشتایندام شماره 53، شماره تلفن 040-28-00-6780.
خدمات اداری سوفیا لاین، ارائه تمام پروسه اسناد ترافیکی در هامبورگ و جوار هامبورگ، یعنی از شمال تا جنوب. ثبت و راجستر موتر با نمبر پلیت، نمبر پلیت 5 روزه با بیمه آن، نمبر پلیت 15 روزه تا 30 روزه جهت اکسپورت، تمدید نمبر پلیت سرخ. انتخاب نمبر پلیت به خواست شما. مشاوره در کارهای اداری ترافیکی و پاسخ به سوالات ترافیکی شما. خدمات ترافیکی سوفیا لاین از طریق تلفن و وبسایت در خدمت شماست. آدرس: کوربر شوسه شماره 4، هامبورگ، برگدوف، مقابل اداره ترافیک. اشخاصی که علاقه داشته باشند نمایندگی سوفیا لاین را در شهرهای آلمان داشته باشند، لطفاً تلفنی یا از طریق ایمیل با ما در تماس شوند. اومان گونه که مرکز خدمات پرستاری آریانا همیشه در قسمت پرستاری، مراقبت و نوآوری در عرصه خدمات وقایوی و مراقبتی در مقام برتر قرار داشته است و بازتاب آن در جامعه آلمانی و شرقی نیز آشکار است، این بار به یاری پروردگار و به خاطر رفاه و رضایت هموطنان و همزبانان گرامی گام ابتکاری دیگر برداشته و گشایش نخستین خانه شبانه روزی را برای سالمندان و بیماران نوید می‌دهد. این مرکز با رعایت فرهنگ و آداب شرقی و آشپزخانه مطابق سلیقه و ذائقه شرقی آماده خدمت برای همزبانان خیش خواهد بود. اطمینان داریم که با یاری و همکاری همزبانان و پذیرایی همفرهنگیانتان در این مرکز احساس بیگانگی نخواهید کرد. ما همواره در کنار شماییم و یاور شما خواهیم بود. دای عزیز، شما نگرنده برنامه پنجره اروپا هستیم. جناب آقای لایق از طریق خط اسکایپ با خود داریم که روی موضوعات مناسبات روسیه و افغانستان نظریاتشان را داشتیم. از طریق فیسبوک از جناب آقای عبدالحمید بارکزای، شکرالله همدرد، فرید حقیقت، آقای احمد ولی احمدی، آقای نور عیان، آقای واسقی، عبدالرسول، جناب بازم آقای احمد ولی احمدی، خانم ریتا واسه، آقای آمایون استقلالشان تنستم از جخانده و از خیرخواه است، بله، از آجی رهین و سایر دوستایی که کومنت ها روانت کردن و سوالات تقریبا مشابه مطرح کردن. ما سوالات اکثرا در جریان چند دقیقه پیشتر از جناب لایق صاحب مطرح کردیم و فکر میکنم به این سوالات پاسخ گفتن. ولی یک سوالی که خودم دارم از جناب لایق صاحب، جناب لایق صاحب، شما از جمله کسایی بودین که از جمله ازبی هایی بودین که دوباره به افغانستان رفتین و کار خوبی کردین، با دولت همکار شدین و با یک دید نو، با یک نگرش نو با اوضاع دیدین. در این سمت شخصا سفر شما را و بودن شما را در کنار مردم و دولت تایید میکنم، ولی نخواهیم نظر خاص شما را داشته باشم که شما چی توصیه های دارین به دیگه دوستای چپیتان که اونا چگونه در شرایط موجود موقف داشته باشن؟ اینطور است که تاریخ نمیشه دکته کرد. تاریخ عوامل گوناگون داره، منطقوی، ملی، بین المللی و همچنین تغییرات تکنولوژی و هم و مناسبات اقتصادی و گوناگونی اقتصادی همه تأثیر میکنن. و ما به یه عقیده هستم که ما باید واقعیت ها را در نظر بگیریم. گراوندی که ما روی از او بازی کردیم دیروز هم، یعنی حزب ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، گراوند مناسب برای چنان مبارزه رادیکال نبود. و ما آلی که پشت سر خودم میبینیم و خودم محاسبه میکنیم، البته ما باعث فرد صحبت میکنم، از کدام حزب، کدام جمعیت، کدام گروه نمایندگی نمیکنم.
شماره خط باشین لطفا. از نظریات خودم میگم، من میگم که برای مردم افغانستان و مخصوصا برای جوانها، برای روشنفکرها، برای کسایی که اونا خواستار و مشتاق تحولات، تغییرات و انکشاف کشور خود هستند، باید جدا گراوند سیاست، از زمین سیاست، امکانات و شرایط کار سیاسی را باید از نظر دور نیندازد. تشکر. یک بیننده را روی خط داریم. سر از این قائم شدن که یا هر کمرم چیز را که خواسته میخواییم یا هیچ نمیخواییم، در این میان یک راه است. ما باید فعلا اهداف معین و مشخص را که در رأس همم در رأس منافع ملی ما قرار داره باید اون را تشخیص کنیم. صلح مسئله اولا، وحدت ملی ای هم یک مسئله بسیار عمده هست. انکشاف اقتصادی در افغانستان میگیم بسیار مادر همه چیز است و همه چیز بدون اقتصاد، بدون یک اقتصاد نیرومند، هیچ سیاست پیروزمندانه در یک کشور پیاده شده به وجود آمده نمیده. تشکر آقای لایق. ببرمان شما به این دیدید روی خط هستین، چه سوالی داشتین؟ السلام علیکم و رحمت الله. سلام، بفرمایید. با تشکر از شما آقای ناصر و کارکنان پنجره اروپا، ما از آقای سلیمان لایق یک سوال داشتم. بفرمایید. سوالی دیگه مطرح میکنم که از جناب ایشان که تا جایی که شخصا معلومات شخصی ما است، ایشان در وقتی که دکتر نجیب سر قدرت بودن، در نشانیشان بگویم که در مرخانه شماره یک همیشه با آقای دکتر نجیب ایشان خلوتایی داشتن، نه تنها دوست و دولتیشان بودن، نه تنها دوست شخصیشان هم بودن. آقای دکتر نجیب با اینا همیشه در مشوره بودن. ولی چطور شد؟ سوال اینجاست که ما خودم شاهد این موضوع هستم، حتی با گوش خودم شنیدم مشوره ایشان را، صحبت ایشان را با دکتر نجیب الله. آمد راجب ای که وقتی که دکتر نجیب الله رفتن به محلل متحد پناهنده شدن، ایشان اولین کسی بود که بر ضد ایشان قیام کردن و به تحریک بعضی از رفیقای دیگه ایشان و اینا را جلسه بیرو سیاسی را توسط اینا به پیش بردن. من میخوام که این سوال را بکنم. تشکر. تشکر. سوال شما را گرفتم. لایق صاحب، شما چند سوال را میتونین یادداشت کنین بعد جواب بپردازین؟ دارین امکانات نوشتن؟ ما خانه تو پیسوی یک کمپیوتر رو از طریق خب خیر خیر پاس کوتاه به جواب از این دوست ما بپردازین. من نفهمیدم چی از این فقط گفت که با نجیب بسیار روابط داشت. بله روابط شما داشتین، ولی بعد که اونا شک نیست، حتی دکتر صاحب مرحوم مقبول زمانی که هنوز این حزب وجود نداشت، ما اونا را میشناختم، با خانوادهشان رابطه داشتم قبل از اینکه در حزب باشم، و بعد از اون نفهمیدم که چه گفت که باز چطور شد. با دستگیری از اونا شما گویا از حمایت خود از ایشان کاستین. خب من اینطور فکر میکنم که این آدمی که این سوال میکنه، این خواهد امی بحث مطروحه ما شما بیرون است. بله. اگر شما به ایتو آدم ها اجازه بتین که از من سوالات طرح بکنه و پروگرام خود قربانی ای حرفای زاید بسازین، لحاظا این خوب میتونه شده که ای و ده ساعت هم سب ای پروگرام. تشکر آقای لحظه. تشکر آقای لحظه. دوام کنه. این مرضایست که از وقته ها ناشیست، یعنی میخواین که ما برشان بگویم که بله ما یک آدم منافق بودیم، اونجا تو گفتیم اینجا تو، این را میخواین ثابت بسه برشان امنده ها. آل مردم افغانستان هم را شناختن از اون جایی که یک قسم سوالات تره میشن، او آدرس ها هم روشن است. و من نمیخواین که پروگرام شما را به یک مناقشه که برای بیننده ها دلچسب نیست و مایوس کننده. تشکر آقای لایق. بفرمایید. تشکر به خاطر از اینکه ما بس دیگه سو نکشانیم. من خودم شخصا از شما یک سوال داشتم لایق صاحب، که شما که در داخل افغانستان هم بودین، وضعیت مردم به خصوص وضعیت خانما را در افغانستان چطور یافتین؟ وضعیت کیره؟ وضعیت خانما را، وضعیت مردم در مجموع در چی حالت بود؟ ما براتون بگویم که یک جامعه خود تبعیض که با شعار و با فرمان و با قوانین تغییر نمیکنه.
زمان کار داره و عادت کردن با تغییرات، با تغییرات مثبت زمان کار داره و تمرین مردم کار داره. در نیات جامعه، در نیات روشنفکرا، در نیات فعالینی که در استقامت آزادی زنها مبارزه میکنن ما هیچ شک ندارم اونا نیات خوب دارن. و البته او چیزی که آرمانی هست و یا طرحهایی که میشه که باید زنها وسیعاً در دولت نفوذ بکنن، از لحاظ عملی امکاناتش کم است. برازی که تروریسم، ارتجاع، پاکستان، دشمنان منطقوی، دشمنان بین المللی و فاندمنتالیست های دینی که دین از خود اختراع میکنن و از خود دین سهل و ساده و آسان و خوشگوار و ناگوار میسازن و فراوان هستن و به یکی از اهدافی که اونا در چلنج قرار میتن آزادی زن. تشکر. تشکر آقای لایق. تعداد از دوستا از ما خواهش کردن که در مورد اثر خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر که سوال داشته باشین از جناب لایق صاحب که در این اثر جنرال عبدالقادر یک تعداد زیادی از اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقادات شدید ازشان داشته، ما و در مورد شخص شما هم موارد هست که از شما انتقادات به عمل آمده، در این برنامه فقط میخوایم یک نظر کل شما را در مورد شناختی که شما از جنرال قادر داشتین و در مورد این اثر اگر مطالعه کرده باشین و جنبه های انتقادی زیادی که در این اثر مطرح شده باشه یک نظر اجمالی کوتاه شما را داشته باشم. جنرال صاحب آل وفات کردن و در عرف کشور ما ای هست که مردگان را بدگویی نکنه، لیکن او از لحاظ کرکتر خود یک سپاهی بود، یک آدم عسکر بود و بیش از این که امو اندیشه هایی را که بر مبنای زور انقلاب صورت گرفت او را جذب کرده باشه، او را درست تحلیل کرده باشه، او با یک قیام کودتایی دعوت شد و او را قبول کرد و چون نسبت به سایر امو اشتراک کننده های نظامی در اینجا از لحاظ رتبه و مقام بلند بود، فکر میکرد که از طریق کودتا در رأس رهبری حزب هم قرار میگیره و او تو امو گفته شاعر که خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم و با امی تأثیر و با امی اقده بگویم و با امی امید ناکام شده کتاب خود زیر اینمی تأثیرات نوشته و متاسفانه مرد خوبی بوده، کاش که چنین نمی کرده. ما برش فقط غیرتی که مغفرت بخواهیم و دعا بکنیم و توصیه بکنیم به همگان که اگر کسی از نوشته های قادرخان آزرده شده باشه، اگر ای عباد ای شخص در خود آل رفع بسازن، اگر نیست به قادر خان عفو بکنن، همه مردگان خدا ببخشن و قادر خان هم. من به واقعیت هایی که او این کاسمیت اعتقاد ندارم. تشکر لایق صاحب. لایق صاحب محترم، شما بزرگواری کردین، لطف کردین با وجود سهولت سن و ساله که کهولت سن و سال که شما هست و نصیب هر انسان میشه، اما ما پا به سن میگذاریم، بسیار لطف کردین. اگر ما تلفن دوستارا میگیرم، اگر شما خواستین جواب بتین جواب ارائه کنین و اگر نخواستین هیچ جواب نتین، ما چند دقیقه دیگه داریم، اجازه شما هست؟ چرا نه، ما به هر سوال حتی اولو که دشمن سر آدم باشه سوال باشه دیگه آدم بخوایم از طریق این گونه پروگرام ها تعجیز بکنن یا توهین، از او هم گله نمیکنم. برای ما در ابتدای برنامه گفتم که لیکن او آهن سرد را کوبیدن است، نه او کدام نتیجه میرسه و نه شنونده. ما در ابتدای برنامه گفتم که از امکانات بسیار خوبی که تلویزیون پیام افغان و بزرگ اندیشی که جناب آقای خطاب دارن، وطن داره، او وطن در خون غلطی اجازه بتین تلفن بگیرم. با اقده های گذشته خود میریم که اکثرش هم نادرست است
اکثرش هم حق به جانب نیست و شاید هم انسان ها هستن. کدام انسانی است که او مرتکب یک خط نشده باشه؟ اگر تو باشه علیاز و بلا او خدا خواد بود که از اشتباه پاک است، از سهو پاک است، از نسیان پاک است. انسان با همه معایب است. چی بفرمایید شما رو خط هستن که فلان جایی که تو بود بفرمایید اون وطن از دخون ره چی شد؟ اگر بسیار شوق دارید شما بین باید یک آدم اگر دریا نیستیم قطره خواستیم نقش قطره را ادا کنیم. بفرمایید شما رو خط هستن. بفرمایید سر. من فقط نخواستم به کتا برای خود تان بگویم امی سوال لایت تو چرا جواب مدادم؟ امی سوال بهترین سوال بود. خب او مربوط خودشان میشه. تشکر. بفرمایید شما رو خط هستن. آقای آرین سلام علیکم. سلام بفرمایید. میبخشیم از آقای لایق یک سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم جواب بدم. خوش میشم این آدم خیلی است. بفرمایید. در زمان پادشاهی ظاهرشاه این آدم دو دفعه سه دفعه خدا پول خوب یک کاندید کرد به صفت وکیل شورا. اما مصارف از این را سید داود آقا میداد. وقتی یا رو موفق شد کتا کردن سید داود آقا را کشتن. دلیلش میخواست بپرسم. خب فکر میکنم این سوال بسیار به گذشته برمیگرده. بگذارن یک سوال دیگر رو بگیریم. بفرمایید شما رو خط هستین. این سوال نرمال است. بفرمایید. که سید داوود آقا جواب شما رو کد بازی اول کشتن. بله دامت رو چیزی گفتن. خب شما دیدین کمی ما که به نظر شما ما او رو کشتیم با خود ما هم سبدم و قتلگاه پل چرخی یک سال چند ماه تیر شده از انقلاب بندی بودم و محکوم به اعدام. در اونجا در انقلاب ها الوا تقسیم نمیشه. منحرفین، خائنین، هر نوع از قماش های مختلف کرکترها که در وقت ضعف فهمیده نمیشن، شناخته نمیشن، در وقت قدرت آدم میکشن، خون میریزن. و ما با شما هم دردی میکنم که یک مرد با شرف بناحق کشته شده. لعنت خدا بر قاتلین. تشکر. بفرمایید شما رو خط هستین. آقای سلام علیکم. سلام بفرمایید. خوب هستین؟ تشکر. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین. سوال مطرح میتونم اول خواهد با آقای لایق بسیار تشکر میکنم. من سکس هستم مدار که خواهد در عرض که بود آدم در هر چی که بود مای مفکرش به خودش مربوط است. منتها تشکر میکنم که آمد خداوند به سمد از هر همی جرات بتا که بیا یک روز مصاحبه بکنه. سوال ما از آقای لایق است که امروز به مو مفکوره های حزب دموکراتیک خلق افغانستان پابند هستن یا میگن ما یا اینو میگن که ما اشتباه کردیم نیست که حزب مرسیتی که برای مردم و برای اینا اشتباه کردیم یا خیر یا بخیرادی هستن از کار خود و از کار حزب در مجموع و رولشان رو میخوایم در خود حزب اگر عباد خودی میفهمید در امی کودتا چقدر زیاد سمد اینا چقدر بوده و در آوردن قصاب کابل که کلگی میگن که اینا آوردن سر قدرت که داتن عجیب باشه سر زیاد داشتن از این آیا خود محکومی تاسم میکنن یا نمیکنن در دل مدام. ما فکر میکنم لایق صاحب در این مورد چند بار تذکر دادن و موقف خود گفتن. فکر میکنم این سوال تکراری میشه. بگذارین یک تلفن دیگر را بگیریم. در این مورد صحبت کردن مفصل. بفرمایید شما رو خط هستین. سلام علیکم محترم. سلام علیکم بفرمایید. صحت مبارک خوب است. من از کانادا باعث زحمت شما شدم. بفرمایید. من اول خو احترامات خدا برای محترم تقدیم میکنم. بزرگوار هستن، بی‌سفید هستن و برشان بسیار احترام دارم. من در دوران خلق و پرچم یعنی در دوران هم خلقی ها و هم پرچمی ها در زندگی ما پیش چشم ما می فهمم که چقدر نفر کشته شد و هم از این یعنی بگناه بوده. این محترم دستش ما می فهمم در خون مردم آلوده نیست اما دینمی جنایات سهیم بوده. آیا امی جنایت تایید میکنن؟ تشکری سوال خوب است. شنیدین آقای لایق سوال از این دوسته؟ بله ما باید به این برادر احترام عرض کنم. اول تشکر از این که به ما حرمت گذاشتن، حرمت متقابل مرا بپذیرن. دوم این که انقلاب ها از انقلاب کبیر فرانسه گرفته تا روسیه در اونجا همیشه میگه صدای دول از دول خوش است. شما ندیدین که کلی روبسپیران بریده؟ شما ندیدین که بهترین فرزندایی که امو انقلاب شعار میدادن امونا در اونجا پا
پامال هم شدن، کشته شدن. شما اطلاع ندارین، کتاب میخوانین، تاریخ میخوانین که ملکه فرانسه سر بریدن، شاهش سر بریدن. وقتی که انقلاب میگنی معنای روشن داره، هم معنای لغوی داره و هم معنای از هر دیدگاه و از هر ایدئولوژی تعریف داره. تعریف بسیار ساده عامیانه عزیز که گدگدی، یعنی انضباط و کنترل معین دولتی از بین میره و انقلابیون به دست میگیرن زمام و در اونا فریکشون های مختلف، ذوق های مختلف، سلیقه های مختلف و کرکتر های مختلف عمل میکنه. یقینا که در امو انقلاب ثور بخصوص در آغاز از بسیار مردم به ناحق کشته شدن. حتی حاجت به این برادری که میگن ما برشان یک آدرس هم میتونم که حفیظ الله امین لست را آویزان کرد در وزارت داخله که در اون 12,000 نفر مسئولیت اعدامش و دوش گرفت. لحاظا این هیچ نوع این قتلا قابل توجیه نیست. مردمای مظلوم، مردمای بیگناه، مردمای بیدفاع در اون کشته شدند و یک یده آدم های انقلابی نما حرص خوده، هوس خوده و غرور خوده و تکبر خوده به نمایش گذاشتند. خدا لعنتشون کنه در هر جایی که بوده و با هر کس که بوده و در هر نام که بوده. تشکر آقای لایق. بفرمایید شماره خط هستین. سلام علیکم. یک از شهرهای هامبورگ برای شما زحمت میکنم. بفرمایید. ببخشید، اول برای شما احترام آقای ناصر، دوم برای مهمان بزرگواری که شما امروز در استودیو دعوت کردین بسیار زیاد تشکر میکنیم. ما میخواستیم یک سوال از آقای لایق کنیم که شما یا ایشان چون سیاستمدار بسیار سابقه دار مملکت ما هستند و اگر پیش بینی در رابطه با آمدن آوازات در افغانستان طوری بود، ما تقریبا یک هفته میشه که از افغانستان آمدیم، مردم میگه که پس حامد کرزی سر قدرت نه. اگر یا یک بر ما نظر اندازی بکنه بسیار خوش میشه. تشکر. شنیدین لایق صاحب چون این آواز ایر شما شنیدین؟ مردم میگن که کرزی سر قدرت نه. بله خب بنا خب نظر خود شما پاسخ میگم. میگن که یک بیت از حافظ از بسیار مقبول است، میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت رای افسانه زدن. واه واه. مردم برای خود مضمون میسازه. کسی که با کرزی صاحب اخلاص هم داره میگه که امداد کرزی خودی کسر این خدای دیدگر را ولی دعا ورده کنید. کسی که مخالفش هم از امی گپا میزنه که باشه که کدام کسی فکرش طرف میشه و که دوباره سری از سور میشه و کلیش اجت کنه. و این لحاظ من فکر میکنم که این خو به انکشاف اوضاع مربوط است که کیمیای افغانستان یک قانون داره. حالی خوشبختانه قانون اساسی بسیار منظم مدون و با یک سطح بلند و او قانون اساسی آمد و رفته در کرسی های قدرت چوکات کرد و از او کسی برآمده نمیتونه. تشکر آقای کسی برای یعنی بازور با اعمال قدرت تصرف حاکمیت بکنه، معنایش این هست که او او خودش باقی هست و در مورد از او آدم نمیتونه پیش بینی بکنه که کی خواهد بود. لیکن تا جایی که من میفهمم خود کرزی صاحب اطرافیانش و یا چنین خیالاتی را در سر ندارند. تشکر. بفرمایید شماره خط هستید. 12 سال حکومت کردن، هر سنی کم حواسی که داشتن امون زمان کافی داشتن. بفرمایید شماره خط هستید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. جناب آرین صاحب تشکر از این برنامه خوب شما. خوشحالم که برای اولین بار شما از سیاسیون دوره سابق افغانستان شخصیتایی که در دفعه اول بودن اونا را روی خط میارین و با مردم درد دل میکنن. جناب لایق صاحب سلام خدمت شما. حسدین امیر هستم از اتریش، مزاحم شما شدم. علیه السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. ما میخوایم یک کلمه را صادقانه از شما بشنوم و این است که شما اینا میخوایم که میر لایف برای مردم افغانستان بگوین که آیا در سقوط دکتر حسین نجیب الله شهید نقش شما چقدر زیاد بود، یعنی که شما اونا را مشوره ناسالم میدادین، یعنی با جلال دوستم اونا را درگیر ساخته بودین، یک و دوم میگه در
بله بستین آقای میر. شما سوال دارین؟ بله بله. همین قسمت دوم سوال خود را تکرار کنین لطفا، آوازتان نجات درست نشه. در زدبند های آوردن حکمتیار و مسائل قومی شما را میگن که مخالفینتان میگن یا کسایی که به اصطلاح با شما شناخت کامل ندارن شما را میگن که دست زیاد دارین، یعنی هم کرده مشوره میدین در رابطه و هم با غنی دست باز دارین و میخوایم که شما منعیس یک شخصیت بسیار دانشمند کشور خود از زبان خودتان ما و مردم افغانستان بشنوه که آیا همین چیزایی که در غیاب شما میگن حقیقت داره جناب زلایق صاحب؟ ایرا او کسایی میگن که به افغانستان دین خود ادا کردن میتونه، اونایی که باید اونجا میامدن و باید اونجا بیاین و اونا باید در نجات کشور به هر شیوه که خودشان نجات از اون فرضیه دارن یک تلاش تپشی یک کار میکنن برای از اینکه اونجا اونا نمیاین و از خود جبن و احتیاط جبونانه نشان میتن، لحاظا این حرف ها را میسازن که آدم که رفته خونه کتی کرده یا من سونه کتی بریگام یک اپورتونیست هست هر جایی که نان چرم از دمونجا هست، ما کدام وزارت دارم، ما کدام امتیاز دمونجا دارم، ما وطنم هست، این عیب نیست. شاید آدم در خدمات خود، در انجام وظایف خود، در انجام نیات خود مرتکب اشتباهات هم شود، انسان با اشتباه و سهو و نسیان همراه هست، نیچر انسانی است، طبیعت انسانی هم دارد، لیکن آیا این تقصیر ما هست که ما به اون کشور رفتیم و به اصطلاح به حیث یک قطره در درون یک دریا میخواهیم نقش خوده، وفای خوده، محبت خوده و خدمت خوده، یک دو آدمی که از ما به مشوره مراجعه میکنه به اونا مشوره بتوم و یک آتش را که در حدود قدرت ما شناختای ما میشه قابل خاموش کردن باشه، یک آدمی که راه گذاب گرفته و راه ناسواب گرفته به او گب زدن، مردم یک حدود در حدود خود راهنمایی کردن، این چه تقصیر داره؟ و در اینجا که من میبودم چه فایده میرساندم به می جمعی که مرا آل این اول سوال پیچ میکنن؟ تشکر لایق سر. درست شد آقای امیر، شما جواب خود تکمیل گرفتید. سلامت باشه. فقط این یک چیز دیگه میخوایم که از جنابشان پرسان کنم. در میز اواخر که 3-4 روز میشنویم که پاکستان داره افغانستان به موسط آخرش به اصطلاح ذلیل ساخته و مثل جنگی که ترکیه میخواهی در سوریه تطبیق کنه، همو جنگ میتونن اینا در داخل افغانستان تطبیق میکنن و مردم افغانستان به تو بتان بسته. پیام شما چی است و مشوره شما برای حکومت‌دارایی که صدای شما را می‌شنوه چی است و چرا سکوت است جناب بزرگوار؟ تشکر، زنده باشین. شنیدین لایق سر؟ بله، گفتن که پاکستان باید تدارکاتی داره برای مداخله در افغانستان یا اذیت کردن افغانستان. معمولاً یک چیز بود. بله یقینا، بله، نمونه بسیار بزرگش پرتاب راکت‌های اخیری بود که در کنر پرتاب کردن و اینا خواستن نظر شما رو داشته باشن که چگونه جلوی مداخلات پاکستان. یکی از عوامل تشدید مصیبت در افغانستان امی پاکستان است. این پاکستان کشوری است که هنوز هم او اندیشه ها را در سر می پرورانه که در مبارزه با هند یا به اصطلاح اونا از ما یک موضع بسیار دوگماتیک فاندمنتالیستی که گویا هندوستان باز بیرق دولت اسلامی رو در اونجا بالا کنن. این از این اندیشه ها الان در پاکستان فراوان است. پاکستان تقریبا 23 گروه سیاسی رسمی نداره، مثل سپاه صحابه، نمیدان جیش محمد، این نام های مذهبی مقدس سر از اونا گذاشته و استراتژی بزرگش در برابر اشغال هند قدم اولشیست که باید افغانستان به حیث پایگاه یا متخته خیز خود بسازه و اتمهای که من نمیفهمم چقدر این دقیق است چقدر نیست، میگن پاکستان 500 بم اتمی چی کرده ذخیره کرده، این بم ها را هم بیارم در کدام کوی بابا یا هندوکش پیش خود دارن حساب خود، در اینجا برشته ابن هان خانه بسازن
تا او ضایع نشه و با استعمال برسه. علیاذ بالله من ذالک. اگر امی پاکستان من تعجب میکنم. امون در شعر فارسی آمده که طفل دامنگیر من آخر گریبانگیر شد. در تمام مبارزات ضد استعماری که انگلیس ها در قاره هند حضور داشتند، کل دیدگاه های شعرهای از یا فیلسوف های از یا علماء از یا به افغانستان بود. تشکر آقای لایق. به افغان کوهسار من به منزل رسدان ملتی که خود نگر است. مرید پیر خراباتیان خود بین باش. نگاه او زیوقاب گرسنه تیزتر است. زمین توست که نقش زمانه تو کشد. نه حرکت فلک است این، نه گردش قمر است. در مورد ما شما ایتو اشعار می سوندن. آلی امون مردم های تفکر تفاکر به جای گپشان رسیده که آلی امی کشور مردان مبارز، کشور مردمان صلح شور، مردم کشور مردمان غیرتی رو میخواه که ملعبه بسازه. تشکر آقای لایق. ما براتون بگویم که این جنگ ها را اگر شما از تضاد بین ملی بین دو بلاک بگذارین، کسی که عمل کرده دید و کسی که به حیث منیجر جنگ باقی مانده، سازمانده جنگ او پاکستان است. تشکر آقای لایق. اجازه بدین آقای لایق، ما یکی دو آگاهی داریم، بینید آید چند دقیقه گام کستیم در خدمت شما هستیم. فروشگاه سایره. فروشگاه سایره یک نام قابل اعتبار و با سابقه در شهر هامبورگ، جرمنی. مشتریان عزیز، شما می توانید بهترین میوه های خشکبار آسیایی، برنج های اعلای بسمتی، برنج های خوشمزه سایره و آفتاب طلایی را با قیمت های مناسب و تخفیف یافته شده از فروشگاه سایره به شکل پرچون و عمده به دست دارید. بخش زیورات و لباس های زنانه و مردانه با زیورات مرغوب و آلات موسیقی آراسته شده و برای فروش شما مشتریان عزیز آماده است. اقسام مختلف مواد خوراکه، مواد تازه، مسالجات فروشگاه سایره از کیفیت اعلی برخوردار بوده و عایز مقام اول از جانب شما مشتریان عزیز است. فروشگاه سایره با سرویس عالی و کارمندان خوب با سالها تجربه در خدمت شما. فروشگاه سایره، شهر هامبورگ، جرمنی، اشتایندم، شماره 21. شرکت مواد غذایی بابوری، بهترین برنج های بسمتی زرد و سفید فامیلی را به طور عمده و پرچون در رسف شما قرار می دهد. همچنان از این فروشگاه انواع مواد غذایی افغانی، ایرانی و هندی را با کیفیت اعلی به دست دارید. آدرس: بیل اشتراسی شماره 98، شهر هامبورگ. خب بیننده‌های عزیز، ما چند دقیقه داریم. سوالات بسیار بیشمار زیاد است، ولی شما می‌بینید که لایق صاحب با سن و سالی که دارن و ناوقت شب هم در اروپا هست بیشتر ما اذیت نمیکنه میشه. این شعر من برای باقی قصر نوشته بودم، برای از اینکه او وفات کرده و دوست و رفیق ما بود. بله. امید هم میخوانم. خب لایق صاحب میخواین به انتخاب خود یک شعر بخوانن و با همین شعر با شما بیننده عزیز خداحافظی خواهیم کرد. این شعر با باقی صاحب تقدیم شده در اون وقتی که زنده بودن و هر دوی ما جوان بوده. بله. الا ای رهروی آگاه ببخشید، الا ای رازدار های و هویم، اناندار تلاش جستجویم، غمی دارم درون سینه خود که پیش از گفتنش سوزد گلویم. خوشا در قهر غم با هم زبان رفیق رازدار زندگان
بلا پرورده پولاد چنگ یلی موم وطن را پاس بانی دل اندر سینه‌ات آتش فشان باد حریم و محبت حکم زمان باد بجز اندر غم انسان نسوزد خروشش زنده باد و جاودان باد دل آور که غم را خانه گردد شرابی کونه را پیمانه گردد چو عشق سر دهد وحشی سرود بیابانی شود دیوانه گردد دل ما زورق دریای خون به سر ما رهرو راه جنون به بیا طرح جهان نو بریزیم که این فرسوده دنیا واژگون به مبادا تشفشان بنشیند از جوش مبادا عشقها گردد فراموش بیا تا آخرین آتش فروزیم که ننگین است مرگ سرد و خاموش چه خوش تا اوج طوفان ره سپردن برای جان خلق از جان بریدن ولی پیش از سکوت جاودانی غریب زندگی را زندگانی را بسیار زیاد تشکر بیننده های عزیز یک بار دیگه جناب لایق صاحب بسیار زیاد سپاسگزاری میکنیم و از امکاناتی که تلویزیون پیام افغان در دست ما قرار داده جهانی سپاس میکنیم از دوستای عزیزی که در اروپا تشریف دارن اونایی که در جاهایی که هیچ لازم نیستن به صحبت های سیاسی میپردازن ازشان خواهش میکنیم که تا مانند لایق صاحب حاضر شوند در برنامه های تلویزیونی عرف خود با مردم خود در میان بگذارن ما از حضور لایق صاحب در برنامه امشب گذشته از اینکه قدردانی میکنیم بسیار زیاد سپاسگزاری هم میکنیم بسیار زیاد تشکر آقای لایق موفق و سرفراز باشین تشکر تشکر بسیار لایق صاحب تشکر زنده باشین از خدماتتان برای افغان ها که اطلاعات میدین به یک جهان سپاس یک امر بزرگ است که شما انجام میدین تشکر آقای لایق شب خوش بر شما آرزو میکنیم خب با بیننده عزیز خداحافظی میکنیم بیننده عزیز بیشتر وقت نداریم تشکر از توجه شما.